گزارش اخیر سازمان ملل تأکید کرد که یمن سال بعدی را در همه سطوح پیش رو دارد و هشدار داد که تحولات مربوط به جنگ اسرائیل در نوار غزه خطرات جدیدی را به همراه دارد. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گزارش داد که آتش‌بسی که حدود 2 سال پیش در یمن مورد حمایت سازمان ملل متحد واقع شد و تا به امروز نیز ادامه دارد، منجر به کاهش خصومت‌ها و در نتیجه کاهش تلفات غیر نظامیان و مرگ و میر کودکان شده و پس از سالها ادامه کمک‌های بشردوستانه در شرایط بهتری قرار گرفته است. این نهاد بین المللی همچنین هشدار داد تحولات کنونی منطقه‌ای یمن را در معرض خطرات جدیدی قرار داده و در مجموع به دلیل وخامت شدید شرایط اقتصادی گسترده که همچنان ادامه دارد، آسیب وسیعی به زیرساخت‌های غیر نظامی و فروپاشی خدمات اولیه که چالش اساسی برای آسیب‌پذیری‌ها و نیازها در سراسر کشور هستند وارد شده است. بر اساس این گزارش 17,600,000 نفر در یمن با ناامنی غذایی مواجه هستند و حدود نیمی از کودکان زیر 5 سال از کوتاه‌قدی شدید رنج برده و علاوه بر آن 4,500,000 نفر آواره شده اند که بسیاری از آنها چندین بار در طول سالهای پیاپی بی سامان شده اند. بر اساس طرح پاسخ بشردوستانه سازمان ملل متحد برای سال جاری 18,200,000 نفر به کمک نیاز دارند، در حالی که درصد کمک‌های مالی در سال گذشته از 40% فراتر نرفت. اما نهادهای امدادی تمام تلاش خود را برای مقابله با کمبودها با ارائه کمک‌ها و خدمات نجات بخش خود به کار بستند و توانستند به طور متوسط هر ماه به 8,300,000 نفر کمک کنند. دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در یمن در این زمینه به کمک‌های صورت گرفته در قالب غذا، مراقبت‌های بهداشتی، آب سالم، بهداشت، آموزش، پول نقد، سرپناه و کمک‌های غیرغذایی علاوه بر حمایت‌های رسمی اشاره نموده است. در این گزارش تأکید شده که می‌توان از بسیاری از همه‌گیری‌ها و بیماری‌ها از جمله سرخک، فلج اطفال، سیاه سرفه و دیفتری در کودکان واکسینه نشده که درصد زیادی از مبتلایان را تشکیل می‌دهند با تأمین به موقع واکسن و دارو پیشگیری کرد. دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اطمینان خاطر داده که شرکای این نهاد بین المللی در تأمین سلامت مردم یمن تمام تلاش‌های خود را با راه اندازی پویش‌های ایمن‌سازی، افزایش آگاهی در طول سال و ارائه لوازم پزشکی و حمایت حیاتی از مراکز بهداشتی و کارگران در سراسر کشور گسترش دادند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.